با عرض سلام به همه، امروز درباره کمخونی فقدان آهن یا کمخونی از اثر کمبود آهن که یکی از شایع‌ترین کمخونی ها در جهان مخصوصا پیش خانم هاست صحبت خواهد کردیم. کمخونی به حالت اطلاق میشه که مقدار خون در بدن به اندازه کافی نباشه، یا به عباره دیگه کمخونی به حالت گفته میشه که سویه هموگلوبین که یک پروتین خاص داخل کروی سرخ است کمتر از حالت نرمال باشه. اول باید بفهمیم که خون چی است و چی اهمیت داره. خون یک مایه حیاتی در وجود انسان است که بدون خون زندگی برای انسان ناممکن است. خون در سیستم دوران خون که به نام blood circulation یاد میشه در بدن گردش میکنه و مواد ضروری مثل اکسیژن و مواد مغذی یا نوتریانس به حجرات و انساج بدن میرسانه و همچنین مواد زاید یا اضافی که از اثر استقلاب یا متابولیزم در این حجرات و انساج به وجود آمده ایره از حجرات جمع کرده و از وجود بالاخره خارج می سازه. تا امروز هیچ تعویض و جایگزین برای خون وجود نداره، یعنی بشر نتانسته خون در لابراتوار بسازه و در حال حاضر blood donors یا اهدا کنندگان سخاوتمند خون تنها منبع خون برای مریضایی است که خونه ضرورت دارن. گرچه خون به ظاهر بر قسم یک مایع متجانس معلوم میشه، مگر در واقع یک بخش مایع و یک بخش اجسام مشکله داره. اگر خون در یک توپ پرتیم و باسته یک ماشینی که به نام سنترفیوژ یاد میشه ایرا دور بتیم به صورت مشخص، خون به قسمت‌های مایع و قسمت‌های اجسام مشکله جدا میشه. قسمت مایع خون که به نام پلازما یاد میشه و این پلازما یک مایع زرد رنگ است و بیشتر از آب تشکیل شده، اما حاوی قند، پروتئین، هورمون و نمک است که آب و مواد غذایی را به حجرات و انساج بدن انتقال میده. و قسمت اجسام مشکله شامل کروات سرخ خون که به نام اریتروسایت یا رد بلد سل یاد میشه، حجرات سفید خون که به نام لوکوسایت یا وایت بلد سل یاد میشه و صفحات دمویه که به نام پلیتلت یاد میشه تشکیل شده. هر کدام از این وظایف مشخص خود داره. مثلا کروات سرخ خون یا اریتروسایت که 40 تا 45% حجم خون تشکیل میده، کروات خون به سرعت 4 تا 5 میلیارد فی ساعت در مغز استخوان تولید میشه و عمر از یا در حدود 120 روز است. کروات سرخ حاوی هموگلوبین، یعنی پروتین سرخ رنگ خون است که بدون هموگلوبین انتقال اکسیژن به حجرات و انساج ناممکن است. به این قسم کروات سفید یا لوکوسایت یا وایت بلد سل که حدود 1% خون میسازه وظایف مختلف داره که یکی از وظایف عمده ازی دفاع بدن مقابل عوامل خارجی مثل باکتری ها و ویروس هاست و صفحات دمویه یا پلیتلت در توقف خونریزی رول دارن. همونطور گفتیم کمخونی به حالت گفته میشه که مقدار هموگلوبین در بدن پایین تر از حد نرمال باشه. خب کمخونی انواع و اقسام مختلف داره، مثلا کمخونی از اثر هموراژی یا خونریزی، کمخونی از اثر کمبود ویتامین B12، کمخونی از اثر فولیک اسید و انواع مختلف کمخونی های دیگه. امروز ما درباره معمول ترین و عام ترین کمخونی در جهان که عبارت از کمخونی فقدان آهن یا Iron Deficiency Anemia است صحبت خواهد کردیم. کمخونی از اثر فقدان آهن به حالت گفته میشه که به دلیل کمبود آهن مقدار هموگلوبین یا همی پروتین سرخ رنگ خون کمتر از مقدار نرمال می باشه، برای اینکه برای تولید هموگلوبین موجودیت آهن حتمی است. خب ما درباره عوامل به وجود آمدن کمخونی فقدان آهن، اعراض و علائم از این، تشخیص که چه قسم تمرض تشخیص میشه و چه قسم تداوی میشه به صورت مختصر صحبت خود کردیم. خب اول همی اصطلاح کمخونی یا انیمیا را سرش گپ میزنیم. اصطلاح طبی کمخونی یا انیمیا از دو بخش تشکیل شده، یکیش ان که یک پیشوند است که معنای کمبود یا نبود میده و ایمیا حالت خون میگه. بنابراین انیمیا یا حالت که مقدار خون کمتر از حالت نرمال است. او کمخونی به صورت مشخص همونطور گفتیم پایین بودن سویه هموگلوبین یا پایین بودن سویه هماتوکریت در خون است. برای اینکه برای کمخونی یک تعریف مشخص داشته باشیم،
اعداد مشخص هموگلوبین و هماتوکریت تعیین شده که کمخونی را تعریف میکنه. یعنی اگر این نمبر هماتوکریت یا هموگلوبین کمتر از او باشه، به این حالت کمخونی اطلاق میشه یا انیمیا گفته میشه. این اعداد ممکن در رفرنس ها یا مراجع مختلف کم متفاوت باشه، اما در اکثر موارد اگر سویه هموگلوبین از 130 گرام در لیتر خون در پیش مردا کمتر باشه کمخونی اطلاق میشه، و اگر از 120 گرام فی لیتر خون در پیش خانم ها باشه این کمخونی محسوب میشه. همطوری که دیدیم که تفاوت های جزئی در تعریف سویه نرمال هموگلوبین پیش خانم ها و مردها موجود است. در مورد هماتوکریت که نسبت کرویات سرخ خون است، اگر پیش مردا سویه هماتوکریت کمتر از 0.41 باشه کمخونی تلقی میشه، و اگر پیش خانم ها کمتر از 0.38 باشه ای کمخونی محسوب میشه. شاید این سوال خلق شود که آیا کمخونی مهم است؟ و چرا انسان ها به مقدار مشخص کرویات سرخ خون یا مقدار مشخص هموگلوبین ضرورت دارند؟ برای روشن شدن موضوع اول کمی درباره حجرات سرخ خون یا اریتروسایت صحبت میکنیم. در این سلاید کرویات سرخ خون یا رد وسل زیر میکروسکوپ دیده میشن. البته در جریان صحبت درباره کمخونی فقدان آهن با جزئیات بیشتر کرویات سرخ خون آشنا خواهد شدیم. چیزی که بسیار مهم است که در مورد کرویات سرخ خون بفهمیم ایست که این حجرات برای انتقال اکسیژن به حجرات و انساج بدن رول حیاتی را داره. کرویات سرخ خون در حقیقت خریطه ها یا کیسه هایی است که مملو از هموگلوبین یا امی پروتئین سرخ رنگ خون است که به این وسیله باعث انتقال اکسیژن به حجرات و انساج شده، و همچنان کاربن‌دای‌اکساید از حجرات به ششها و از طریق ششها به خارج از بدن انتقال میده. اما قسمت که تذکر رفت، اوسط عمر کرویه سرخ خون حدود 120 روز است و برای تولید کرویه سرخ خون موجودیت آهن حتمی و ضروری است. آهن بخشی از ساختمان هموگلوبین است، بنابراین اگر مقدار کافی آهن وجود نداشته باشد شخص به کمخونی فقدان آهن یا Iron Deficiency Anemia مصاب میشه. خب اگر همونطور که گفتیم اگر مقدار کافی آهن موجود نباشه شخص دچار کمخونی فقدان آهن میشه، و دلیل کمخونی فقدان آهن ایست که در کمبود آهن مقدار کمتر هموگلوبین ساخته میشه و در نتیجه باعث کمخونی ناشی از فقدان آهن میشه. اپیدمیولوژی یا شیوع کمخونی فقدان آهن. در واقع کمخونی فقدان آهن از شایع ترین نوع کمخونی در جهان است که بخش بزرگ از مردم جهان مخصوصا زنان را متاثر می سازد. شیوع کمخونی فقدان آهن پیش زنانی که در سنین 15 الی 49، یعنی سنین باروری یا ریپروداکتیو ایج قرار دارند، حدود 10% است. یعنی از هر 100 زن که در این سن قرار دارند 10 نفرش مصاب کمخونی فقدان آهن است. باید خاطر نشان ساخت که هنگام حاملگی کمخونی فقدان آهن در کشورهایی که مشکل در دسترسی به منابع غذایی ندارند، یعنی در کشورهای غنی الا حدود 40%، و در کشورهای که غذا به اندازه کافی در دسترس مردم نیست، یعنی در کشورهای فقیر، این میتونه این سویه کمخونی فقدان آهن در پیش خانم‌های حامله تا حدود 90% برسه. اطفال خردسال گروه دیگه است که در خطر بلند کمخونی فقدان آهن قرار دارن. حالا درباره عوامل کمخونی فقدان آهن صحبت میکنیم. اشخاصی که مصاب کمخونی فقدان آهن هستن یا را میتونیم به 3 کتگوری یا 3 گروه تقسیم کنیم. گروه اول کسایی است که مقدار کافی آهن نمیگیرن. گروه دوم کسایی هستند که مقدار زیاد آهن ضایع میکنن، و گروه سوم کسایی هستند که ضرورت به مصرف زیاد آهن دارن، که درباره هر کدام از این به صورت مختصر صحبت خواهد کردیم. این 3 دسته اصلی از علل کمخونی فقدان آهن است. حالا درباره هر یکی از عوامل کم مشخص‌تر صحبت میکنیم. در گروه اول یا گرفتن مقدار کم آهن، یکی از دلایل اصلی گرفتن مقدار کم آهن در رژیم غذایی است. یعنی غذای از یا آهن به اندازه کافی نداره. بنابراین اگر رژیم غذایی شخص آهن کافی نداره، یعنی شخص غذایی را میگیره که حاوی مقادیر کافی آهن نیست، در این صورت
آهن کافی برای تولید کرویات سرخ خون و در حقیقت آهن کافی برای تولید مقدار نرمال هموگلوبین وجود نداره و در نتیجه این باعث کمخونی فقدان آهن پیش شخص میشه. یکی از مثالهای کسایی که مقدار کافی آهن در رژیم غذاییشون نمیگیرن اطفال هستن که مقدار زیاد شیر گاو مینوشن. یکی ایست که شیر گاو مقدار آهن کم داره و دیگه جذب آهن از این ضعیف است. علاوه بر شیر گاو جذب آهن از سایر منابع غذایی هم کم میسازه، یعنی کاهش میدهش، که به این ترتیب نوشیدن مقادیر زیاد شیر گاو پیش اطفال باعث کمخونی فقدان آهن یا Iron Deficiency Anemia میشه. ولی این امر در پیش اطفال که با شیر مادر تغذیه میشن دیده نمیشه، زیرا شیر مادر حاوی مقادیر بیشتر آهن است و همچنان جذبشون خوبتر است. گروه دیگه اشخاصی که در خطر ابتلا به کمخونی فقدان آهن قرار دارن اشخاص هستند که رژیم غذایی ویگن دارن و یا رژیم غذایی ویجیتریان یا گیاهخور هستن یا سبزیجات میخورن. بس برای از اینکه اکثر رژیم های غذایی ویگن یا ویجیتریان حاوی مقدار کم آهن هستن، ویگن بر رژیم گیاهخوری اطلاق میشه که تمام گوشت ها و محصولات حیوانی، گوشت، مرغ، ماهی، غذای دریایی، لبنیات، تخم مرغ، کلش نمیگیره، در حالی که رژیم گیاهخوری ویجیتریان گوشت، مرغ، ماهی و غذای دریایی را حذف میکنند اما دیگر محصولات حیوانی را میگیرند. بنابراین بعض رژیم های غذایی گیاهخوری یا ویجیتریان و ویگن ممکن منجر به کمخونی فقدان آهن پیش شخص شود. خب بعض حالات سوء جذب یا مالابسورپتیو کندیشنز نیز میتونه باعث کمخونی فقدان آهن شود. بنابراین در چنین حالات ممکن است شخص به اندازه کافی آهن بگیره اما آهن طوری که شاید و باید جذب نمیشه و این باعث کمخونی فقدان آهن میشه. که یکی از مثالهایش مثلا مرض سیلیاک است یا سیلیاک دیزیز. در مرض سیلیاک اثنا عشر یا دوارنم یا قسمت اول روده کوچک مصاب میشه، قسمت عمدی آهن در اثنا عشر جذب میشه و قسمتش هم در پراکسیمال جیجونوم. بنابراین مرض سیلیاک یکی از حالات است که بالای جذب آهن در دوارنم یا در اثنا عشر تاثیر میکنه. دیگه حالت که باعث سوی جذب آهن میشه مرض کرون است یا کرونز دیزیز، که یکی از امراض التهابی اما یا انفلاماتوری باول دیزیز است که طرق هضمی من جمله رودهای کوچک میتونه مصاب بسازه. این نیز یکی از حالات است که از اثر التهاب اثنا عشر مشکلات در جذب آهن به وجود میاد. حالات دیگه مثلا جراحی های سیستم هضمی نیز میتونه به کمخونی فقدان آهن منجر شود، مثلا بریاتریک سرجری یا ابی گاستریک بایپاس سرجری پیش کسایی که بسیار چاق هستند. این هم میتونه باعث کمخونی فقدان آهن شود. برای اینکه اگر قسمت های خاص از سیستم هضمی به اثر جراحی برداشته میشه، همین قسمت سیستم هضمی دیگه هم وظیفه خودش را کرده نمیتونه و جذب مواد غذایی که در قسمت باید جذب میشه او صورت نمیگیره. بنابراین باز جراحی های طرق هضمی میتونه احتمال کمبود آهن در کمخونی های فقدان آهن افزایش بده. حالا در مورد حالات صحبت میکنیم که کمخونی فقدان آهن از باعث تلفات یا زیای آهن به وجود میاد. حالات زیای آهن به دو کتگوری یا دو گروه تقسیم میشه. یکی از حالات همالیسیس است که دیگر حجرات سرخ خون تخریب میشه یا پارچه میشه و دیگر خونریزی یا هموراج یا بلیدنگ است. در همالیسیس بعض حالات خاص خون وجود داره که میتونه باعث تخریب کرویات سرخ خون شود، که این حالت شامل تخریب کرویات سرخ خون در داخل اویه است. از حالات همالیسیس یا تخریب داخل اویه یکی TTP یا Thrombotic Thrombocytopenic Purpura است و دیگه DIC یا Disseminated Intravascular Coagulation یا علقه خون منتشر داخل وایی. به این ترتیب هر دو حالت فوق باعث همالیسیس یا تخریب کرویات سرخ خون شده و باعث زیای آهن و در نتیجه باعث کمخونی فقدان آهن شود. خونریزی یا همراش یا بلیدنگ یک عامل عمده دیگه کمخونی فقدان آهن است. اکثر واقعات کمخونی فقدان آهن در این کتگوری یعنی زیای خون یا همراش دیده میشه. خب پیش خانمایی که سنشون بین 15 تا 49 است، علت شماره یک عبارت از عادت ماهوار است. یعنی در عادت ماهوار خانم‌ها یک مقدار خون گرچه زیاد نیست اما به صورت متواتر ضایع میکنند که میتونه باعث
کمخونی فقدان آهن شود. بنابراین عادت مواد دلیل است که زنانی که در سنین تولد و تناسل یعنی امی 15 تا 49 ساله قرار دارند یا بیشتر در معرض ابتلا به کمخونی فقدان آهن قرار دارند. خب زیاد خون در هر عادت موار میتونه منجر به از دست دادن مقدار کافی خون و آهن شود. در حالی که بر جبران از این تلفات آهن از اثر عادت موار ممکن شخص به اندازه کافی آهن نگیره تا مقدار تلفات آهن تکافو بکنه. این حالت مخصوصا پیش خانمایی که منوراژ دارن، یعنی این حالت خونریزی عادت موار بیشتر از حدود نرمال است که این حالت میتونه وزره بدتر بسازه. پریزی که خون بیشتر ضایع میشه و در حالی که ممکن برای جبران از ایالت همطور که بیشتر گفتیم مقدار کافی آهن در رژیم غذایی گرفته نشه. منوراژ با خونریزی عادت موار گفته میشه که بیش از 7 روز طول بکشه و همچنین ممکن همین مقدار خونریزی شدید باشه. چه قسمی را خانم ها متوجه میشن که مقدار خونریزی شدید دارن؟ یکی ایست که اگر طول عادت موار از 7 روز بیشتر باشه و دیگه اگر بعد از کمتر از 2 ساعت ضرورت به تعویض تامپون پیدا شه و تکه که خانوما در عادت موار استفاده میکنن ضرورت پیدا شه و یا لخته های خون به اندازه سکه 2 افغانیگی یا به کلانتر ازی باشه، اینی نه خونریزی شدید میگه. خونریزی طرق هضمی دومین علت شایع کمخونی فقدان آهن است. باید گفت که در حالی که عادت موار شایع ترین علت کمخونی فقدان آهن پیش زنای سنین تولد تناسل یعنی از 15 تا 49 سال است، پیش خانمای مسنتر یعنی اونایی که عادت موارشون قطع شده و یا مریضای مرد، خونریزی طرق هضمی شایع ترین علت کمخونی فقدان آهن است. بنابراین خونریزی هضمی ممکن ناشی از شرایط و عوامل مختلف باشه. بعضی از اونها میتونه شامل امراض طرق هضمی مثل زخم معده پپتیک آلسر دیزیز باشه، سرطان های امای غلیظه یا کولورکتال کانسر باشه، مرض سیلیاک یا سیلیاک دیزیز و سایر امراض مثل کرونز دیزیز و دیگه امراض طرق هضمی که منجر به خونریزی جهاز هضمی شوه که میتونه بالاخره باعث کمخونی فقدان آهن شوه. بار دیگه تکرار میکنیم که خونریزی جهاز هضمی شایع ترین علت کمخونی فقدان آهن پیش مریضای مرد و خانمای مسن بعد از قطع عادت ماهوار است. دیگر خونریزی های حاد یا acute blood loss نیز میتونه یکی از عوامل دیگی کمخونی فقدان آهن باشه. مثلا اگر یک شخص تصادفاً قسمت از بدن خود قطع کنه و بریدگی بزرگ به وجود بیاید که خون زیاد از دست بده، این میتونه منجر به کمخونی فقدان آهن شود. باز حالات دیگه که میتونه باعث کمخونی فقدان آهن شود، مثلا خونی بینی های مزمن یا chronic nose bleed. اگر یک شخص بار بار خونریزی از بینی داشته باشه، یعنی خونی بینی متکرر داشته باشه، این حالت نیز میتونه منجر به از دست دادن خون کافی شود که در این مریض آهن از دست میده اما او را به موقع دوباره نمیگیره و یا به مقدار کافی که جبران تلفات آهن بکنه دوباره نمیگیره که این حالت نیز میتونه منجر به کمخونی فقدان آهن پیش شخص شود. همچنین اگر مریض تکلیف در جهاز بولی یا urinary tract داشته باشه مثل حالب ها و مثانه و دیگر قسمت های طرق بولی، پیش این اشخاص ممکن خون در ادرار که به نام هماتوریا یاد میشه دیده شود که زیاد خون میتونه باعث کمخونی فقدان آهن شود. و آخرین کتگوری عوامل کمخونی فقدان آهن عبارت ازدیاد یا افزایش مصرف یا استفاده از آهن است. در این حالت اگرچه ممکن شخص به اندازه کافی آهن در رژیم غذایی خود بگیره و جذب آهن هم نرمال باشه، استفاده از آهن هم نرمال باشه، اما در واقع شخص به مقدار بیشتر آهن از آنچه میگیره ضرورت داشته باشه. مثلا یکی از حالات حمل است. یکی ایست که خانم حامل است و به مقدار بیشتر آهن ضرورت داره، از طرف دیگه در رحم خود یا در بطن خود جنین داره که او هم به آهن ضرورت داره. ممکن امی آهن را که در رژیم غذایی میگیره ای کافی نباشه و ضرورت به مقدار بیشتر آهن باشه و بسیار مهم است که بفهمیم که آهن در پلی ساختن هموگلوبین در دیگه قسمت های عضویت خصوصا در جنین در تکامل دماغ رول بسیار عمده داره. بنابراین اگر خانم حامله مقدار کافی آهن در رژیم غذایی خود میگیره، همچنین به درستی آهن جذب میشه، زیاد آهن هم پیششون وجود نداره، اما ضرورت به مصرف بیشتر آهن دارن، به می دلیل ذخایر آهنشون زودتر تخلیه میشه.
و مورد دیگه که افزایش استفاده آهن ممکن باعث کمخونی فقدان آهن باشه رشد نمو است. اطفال بسیار خرد به صورت در حال رشد نمو هستند و یا در نوجوانی که به صورت در حال رشد هستند اینا هم به آهن بیشتر ضرورت دارند. به می دلیل اینا باید آهن بیشتر در رژیم غذایی خود داشته باشند زیرا وضعیت دارند که برای استفاده بیشتر آهن ضرورت است. به می دلیل اطفال خردسال نیز در معرض خطر ابتلا به کمخونی فقدان آهن هستند. حالا که علل و عوامل کمخونی فقدان آهن فهمیدیم، کمی درباره اعراض و علائمی که در کمخونی فقدان آهن دیده میشه صحبت میکنیم. اعراض و علائم عمده که پیش مصابین کمخونی فقدان آهن دیده میشه یکی از عمده ترینش خستگی یا فتیگ است. خستگی و کسالت یکی از شایع‌ترین عوامل کمخونی فقدان آهن است. اگر کروات سرخون به اندازه کافی وجود نداشته باشه، بنابراین هموگلوبین به اندازه کافی وجود نداره، به این دلیل اکسیژن کافی به حجرات انسجام نمیرسه و شخص احساس خستگی میکنه. همچنین میتونه مریضان جلد خاصف یا رنگ پریده داشته باشن. مریضی که خون مقدار خون کم است و در بعض موارد شدیدتر در معاینه چشم امی کانجنکتیوا یا ملتهمه چشم ممکن خاصف و رنگ پریده معلوم شود. بنابراین معاینه چشم مریض و در صورت که پلکای امی کانجنکتیوا بسیار رنگ پریده باشه میتونه یک نشانه از کمخونی عمومی باشه. ضعیف شدن تمرکز فکری چون رسیدن خون کافی به مغز و رسیدن اکسیژن به مغز برای فعالیت ذهنی بسیار مهم است. اگر به شخص ای کاهش وجود داشته باشه، کاهش در انتقال اکسیژن وجود داشته باشه، فعالیت ذهنی یا تمرکز فکری دچار مشکل میشه. بنابراین ای اشخاص تمرکز فکری ضعیف دارن. ای اشخاص میتونه تک کاردیا داشته باشن. تک کاردیا یعنی نبض سریع یا ضربان قلب سریعتر از نرمال می باشه. پیش مریضایی که کمخونی فقدان آهن دارن میتونه حالت ضعف و بیحالی و پری سینکوپی و سینکوپی. سینکوپی یک حالت است که شخص شعور خود از دست میده، ضعف میکنه. همچنین میتونن احساس سرچرخی و سرگیچی داشته باشن، مخصوصا وقتی که از حالت نشسته دفتن استاد میشن. خب در اشکال خفیف کمخونی فقدان آهن یا در ابتدا و شروع مرض میتونه شخص هیچ اعراض علائمی نداشته باشه. دیگه میتونه شخص انگولر کایلایتس یا ترکیدگی زاویه کنج لب در قسمت ها ترکیدگی بوجود بیه. دیگه کایلونیکیا یا حالت که ناخون ها شکل قاشق به خود میگیره، ناخون های قاشقی. دیگه ناخون های شکنند یا بریتل نیلز و دیگه ریختن مویا. دیگه شخص میتونه پایکا یا پیکا داشته باشه که ای به حالت گفته میشه شخص علاقه شدید به خوردن مواد غیر خوراکی مثل گل، خاک، گل سرشوی چیزا داره. خانم هایی که گل سرشوی میخورن باید که دکتر خود گپ بزنن، اینا ممکن کمخونی فقدان آهن داشته باشه. همچنان اطفال که گل میخورن اینا هم باید معاینه شن که کمخونی فقدان آهن پیشون رد شود. بسیاری اوقات مریضای مبتلا به کمخونی فقدان آهن ممکن است علاقه به خوردن یخ داشته باشند، پرچه های یخ میخورن که ایره به نام پیگو فیجیا یاد میکنن. همچنان مریضان ممکن اتروفیک گلوسایتش داشته باشند یا التهاب زبان دموری که در این زده معاینه زبان بسیار چاق است و در پلی از این خطای معموله که در زبان وجود داره این خطا هم از بین میره. خب دیگه مریض میتونه که افتس آلسرز یا زخمای افتوز داشته باشه و دیگه ممکن شخص کانکر سورز داشته باشه که هم زخمای دهان پیش شخص ممکن دیده شود. چیز دیگه که پیش مریضای که مصاب کمخونی فقدان آهن هستن ممکن دیده شود به نام رستلس لگ سندروم یا سندروم پای بیقرار است که ای هم میتونه پیش مریضای مصاب فقدان آهن دیده شود. حالا که درباره اعراض علائم صحبت کردیم، کمی درباره تشخیص و تداوی کمخونی صحبت میکنیم. ای که این مرض چه قسم تشخیص میشه و چه قسم تداوی میشه. در اکثر موارد تشخیص کمخونی فقدان آهن با گرفتن تاریخچه مریض، معاینه فیزیکی مریض و انجام معاینات خون که به نام CBC یا Complete Blood Count یاد میشه اجرا میشه و همچنان تعیین آهن سیروم که در این مریضا مقدار آهن پایین تر از حد نرمال میباشه و
و دیگه پیش مریض های کمخونی فقدان آهن یک معاینه دیگه است که به نام فرتن که هم میتونه مقدار فرتن در خون از یا پایین باشه. یعنی مقدار آهن هم پایین است و مقدار فرتن هم پایین است. و دیگه یک معاینه دیگه است به نام ترانسفرن که ترانسفرن ممکن پیش از این مریض ها سوی ترانسفرن بلند باشه. چون ترانسفرن به آهن متصل شده و او را انتقال میده. بنابراین در حالات که سوی ترانسفرن بلند است به این معنی است که این ترانسفرن به آهن متصل نیست. به این دلیل ترانسفرن بلند به معنای پایین بودن سوی آهن خون است. یک معنی دیگه به نام TIBC یا Total Iron Binding Capacity یا ظرفیت اتصال مجموعی آهن که هم میتونه پیش مریضا بلند باشه. بنابراین از او جایی که مقدار آهن در بدن کم است بدن توانی بیشتر به اتصال به آهن داره و ای به این دلیل است که سویه TIBC یا Total Iron Binding Capacity پیش مریضای کم خونی فقدان آهن بلند است. همچنین در اکثر موارد RDW یا Red Cell Distribution Width امی کروی سرخ خون پیش مریضای کم خونی فقدان آهن بلند می باشد. بنابراین برخی از این موارد میتونه در انواع کم خونی های مثل کم خونی مرض مزمن یا Anemia of Chronic Disease هم دیده شد. اما در کمخونی مرض التهابی مزمن تغییرات جزئی به خصوص با فرتن دیده میشه. چون در اکثر موارد التهاب مزمن فرتن یا نرمال است و یا هم بلند. یکی دیگر از دریافت‌های بسیار مهم کمخونی فقدان آهن است که در وقت معاینه شمارش کامل کروات خون اوسط حجم کروی سرخ خون یا Mean Corpuscular Volume یا MCV اندازه یا سایز متوسط کروی سرخ خون پیش مریضای فقدان آهن کمتر می باشه، یعنی کمتر از 80 که این دلالت به کمخونی فقدان آهن می کنن. یعنی سایز کروی سرخ خون یا اندازه کروی سرخ خون کمتر از نرمال است که به نام میکروسیتک یاد می کنن. بنابراین کمخونی فقدان آهن یک کمخونی میکروسیتک است. به این معنی که MCV یا Mean Corpuscular Volume کمتر از 80 است و همچنان کمخونی فقدان آهن یا کمخونی هایپوکرومیک است. هایپوکرومیک چی معنا داره؟ اگر ما به یک سلاید یا اسمیر خون تحت میکروسکوپ به کروی سرخ خون نظر کنیم این به شکل یک دونت یا یک دیسک معلوم میشه که این دیسک مقعر و طرفین است، یعنی وسطش چقر است که البته این دوالت نرمال در قسمت وسط، چون در قسمت وسط به خاطر مقعر و طرفین بودن از این داره هیموگلوبین کم از این خاصف یا کمرنگ معلوم میشه، یعنی یک سنترال پالر یا خصافت مرکزی داره. هایپوکرومیک و یا هایپوکرومیا به حالت اطلاق میشه کمی ناحیه سفید و رنگ پریدگی مرکزی کروی سرخ خون یعنی سنترال پالر نظر به حالت نرمال بزرگتر باشه. اگر کروی سرخ خون نرمال در نظر بگیریم در اون قسمت رنگ پریدگی مرکزی یا سنترال پالر یک سوم کروی سرخ خون است، یعنی اگر یک کروی سرخ خون به سه قسمت تقسیم کنیم قسمت پالر یک بر سه از این تشکیل میده. اما اگر این بیشتر از این باشه این را به نام هایپوکرومیا یاد میکنه، یعنی امی ساحه سنترال پالر وسیع تر است. بنابراین کمخونی فقدان آهن یک کمخونی هایپوکرومیک و میکروسیتک است، یعنی رنگ کروی سرخون خاصف است چون مقدار کمتر هموگلوبین داره و همچنان سایزش خردتر است. اگرچه در تشخیص کمخونی فقدان آهن دکترها در اغلب موارد از Complete Blood Count یا همی CBC یا شمارش کامل خون استفاده میکنن، ولی Gold Standard یا معیار طلایی واقعی برای تشخیص کمخونی فقدان آهن بایوپسی مغز استخوان یا Bone Marrow Biopsy است. اگرچه در زندگی عملی بایوپسی مغز استخوان به هدف تشخیص کمخونی فقدان آهن تقریبا هرگز اجرا نمیشه و اکثر اوقات شمارش کامل خون یا Complete Blood Count یا CBC و معاینات دیگه خون برای تشخیص کمخونی فقدان آهن استفاده میشه. حالا سر از این گپ میزنیم که دکترها کمخونی فقدان آهن یا کمبود آهن چه قسم تداوی میکنن. بازم یادآور باید شد که تشخیص عوامل ممکنه و عوامل زمینه ساز کمخونی فقدان آهن و تداوی از عوامل مهمترین قسمت تداوی است. بنابراین مهم است که علت زمینه ساز کمخونی فقدان آهن تشخیص شود و در صورت امکان اما علت تداوی شود. به این قسم
گرفتن مکمل های فمی آهن یا تابلیت های آهن از طریق دهن بسیار مهم است. مثال های از این فرس سالفیت و دیگه فرس گلوکونیت که از جمله مکمل های فمی آهن است. به این قسم گرفتن ملاینات یا دوای ضد قبضیت یا ستول سافنر بسیار مهم است، زیرا مکمل های آهن معمولا باعث قبضیت، دلبدی و درد شکم پیش مریض ها شده میتونه و برای جلوگیری از قبضیت نه تنها ملاینات باید گرفته شود، بلکه کوشش که مایعات به اندازه کافی گرفته شود و همچنان مواد غذایی که فایبر یا الیاف زیاد دارند مثل سبزیجات و میوه‌جات هم زیاد گرفته شود. پیش مریضایی که مشکلات در جذب آهن دارند ممکن ضرورت به گرفتن مکمل آهن از طریق زرقی باشد که یک مثال از این شکل آهن دکستران یا آیرن دکستران است. معمولا دکترها گرفتن ویتامین سی را همراه مکمل های آهن توصیه میکنند، برای اینکه ویتامین سی باعث به وجود آمدن یک محیط تیزابی یا اسیدی در روده میشه که تصور میشه که به حل لازم آهن و جذب از او کمک میکنه. یا میوه‌جاتی که حاوی ویتامین سی است مثل نارنج، مالته، لیمو و غیره. به این قسم نوشابه های کافئین دار مثل چای، مثل قهوه، مثل انرژی درینک اینا جذب آهن مختل میکنن. بنابراین 2 ساعت فاصله بین غذاهای آهندار و یا تبلت های آهن فرس سلفیت و فرس گلوکونیت و گرفتن نوشابه های کافئین دار مثل قهوه، چای و انرژی درینک باید باشه. متاسفانه ما یک عادت داریم که متصل به گرفتن غذا چای میخوریم که ممکن جذب آهن از مواد غذایی کم سازه، ایست که اگر تابلیت های آهن میگیریم و چای میخوریم یا قهوه میخوریم یا انرژی درینک ای هم میتونه جذب ازیره مختل بسازه. به صورت خلاص درباره آیرن دفیشنسی انیمیا کمخونی فقدان آهن اگر بویم تشخیص مرض در اغلب اوقات با معاینات خون اجرا میشه که یکی از اون مثلا کمپلیت بلاد کاونت یا شمارش کامل خون است. دیگه پایین بودن سوی فرتین و بلند بودن سوی ترانسفرین و بلند بودن TIBC یا Total Iron Binding Capacity و دیگه سایز کروی خسر خون کمتر از 80 است، یعنی کمخونی فقدان آهن سایز کروی خسر خون کوچک است که به نام مایکروسیتیک انیمیا یاد میکنن و دیگه چون مقدار هموگلوبین داشت کم است ای خاصف است یا رنگ پریده است ایره به نام هایپوکرومک یا کمرنگ، یعنی کمخونی فقدان آهن هم هایپوکرومک است و هم مایکروسیتیک است. گرچه بایوپسی مغز استخوان یا بون مرو بایوپسی در واقع یک استاندارد طلایی برای تشخیص کمخونی فقدان آهن است، مگر در عمل بسیار به صورت نادر برای تشخیص کمخونی فقدان آهن استفاده میشه. در تداوی کمخونی فقدان آهن بسیار مهم است که عامل سببی تشخیص و در صورت امکان تداوی شود. مکمل های فمی آهن مثل فرس سلفید و فرس گلوکونیت یک مثال است که دیگه مکملات هم هست و مکمل های زرقی مثلا آیرن دکستران پیش مریضایی که مشکلات جسم مایی دارند و یا پیش اونایی که بعد از تداوی با مکمل های فمی آهن جواب ندادن و بهبودی حاصل نکردن پیش از اینا استفاده میشه. امید صحبت مؤثر بوده باشه. روز و شب خوش براتون میخوام.